امباپه در جنوری از پاریس سن ژرمن جدا خواهد شد. واکنش رئال مادرید چیست؟ شاختار 1 رئال مادرید 1، فرار از شکست با سر رودریگر. آمار وحشتناک برابر بارسلونا، بازگشت اینتر به جهنم. تأیید شد بند فسخ ویژه در قرارداد هالند با سیتی. پاسخ قاطعانه یوفا به اعتراضات شدید بارسلونا. آیا امباپه از پاسخ منفی به رئال مادرید پشیمان است؟ کوپنهاگن 0 سیتی 0. تیم پپ گواردیولا در غیاب هالند زهردار نبود. منچستر سیتی در چهارمین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا در یک بازی خارج از خانه به مساوی کوپنهاگن رفت و با نتیجه 0-0 متوقف شد. میلان 0 چلسی 2. توموری نفوذی آبی ها. چلسی موفق شد در دیدار خارج از خانه از شب چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان 2-0 میلان را شکست بدهند. شاگردان گراهام پاتر که در دیدار رفت با 3 گل میلان را شکست داده بودند، امشب هم با 2 گل در سنسیرو به پیروزی رسیدند تا در صدر جدول این گروه قرار بگیرند. این پیروزی در حال رقم خورد که فیکو توموری در دقیقه 18 اخراج شد تا میلان 10 نفره شود و تیم سابقش از این فرصت بیشترین بهره را ببرد. توقف پی اس جی مقابل بنفیکا در شب پنالتی ها. دیدار تیم های پاریس سن ژرمن و بنفیکا در شب چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان با تساوی 1-1 به پایان رسید. در شبی که پاریسی ها لیونل مسی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتند، مقابل حریف پرتغالی متوقف شدند، اما صدر جدول را به دلیل گل زده بیشتر حفظ کرد. هر دو گل دیدار امشب از روی نقطه پنالتی زده شد. شاختار 1 رئال مادرید 1، فرار از شکست با سر رودریگر. رئال مادرید امشب در ورشو برابر شاختار دونست به تساوی 1-1 رسید. رئال تا ثانیه پایینی عقب بود ولی ضربه سر آنتونیو رودریگر اجازه نداد که کشانی ها قبل از الکلاسیکو شکست خورده از زمین را ترک کند. پاسخ قاطعانه یوفا به اعتراضات شدید بارسلونا. یوفا با وجود اعتراض شدید باشگاه بارسلونا، دو داور جنجالی بازی هفته قبل اینتر و بارسا را محروم نکرد و هر دو این هفته نیز داوری خوان کرد. سه‌شنبه هفته قبل و در بازی اینتر و بارسلونا اتفاقات داوری هواشی زیادی را باعث شد. اسلافکو ونچیش داور اهل اسلوونی یک گل بارسلونا را مردود اعلام کرد و در دقیقه 92 بازی نیز پل فنبوکل داور ویار برخورد توپ با دست دنزل دامفرایز را پنالتی تشخیص نداد، در حالی که بسیار از کارشناسان داوری معتقد بودند که باید برای بارسا اعلام پنالتی میشد. علیرغم عصبانیت شدید مدیران بارسلونا، یوفا نه تنها این دو داور را جریمه نکرد که به هر دو برای این هفته مسئولیت داوری دو بازی واگذار شده است. ونچیش داور وسط بازی رنجرز و لیورپول هست و فنبوکل نیز کمک داور ویدیویی دیدار بایرن مونیخ و ویکتور بلژیان خواهد بود تا مشخص شود که از نظر یوفا داوری این دو بی‌نقص بوده و مستحق محرومیت نبودند. هواداران سیتی، هالند نباشه جشنی در کار نیست. هواداران منچستر سیتی از تساوی بدون گل تیمشان مقابل کوپنهاگن راضی هستند و میگویند این بازی نشان داد از سیتیزن ها بدون هالند کاری از پیش نمیبرند. هواداران منچستر سیتی امروز از آغاز و تا پایان دیدار تیمشان با کوپنهاگن در لیگ قهرمانان اروپا بی‌تاب بودند تا شاهد حضور ارلینگ هالند در میدان باشند. انتظاری که توسط پپ گواردیولا برآورده نشد و هالند تا پایان بازی روی نیمکت باقی ماند. پپ گواردیولا که میدانست تیمش فارغ از نتیجه دیدار با کوپنهاگن شانس بسیار زیادی برای صعود از گروه خود دارد، تصمیم گرفت در رسانه بازی مهم با لیورپول در روز یکشنبه به هالند استراحت بدهد. گواردیولا در پایان مسابقه در واکنش به سوالات خبرنگاران درباره غیبت هالند علت نیمکت نشینی او را خستگی اعلام کرد و گفت او بعد از بازی روز یکشنبه مقابل ساوتهمپتون آنقدر خسته بود که نمیتوانست روی پایش بند شود. یک کاربر در پایان بازی امشب خطاب به منچستر سیتی در توییتر نوشت هالند نباشد جشنی در کار نیست. برخی دیگر از هواداران منچستر سیتی از عملکرد تیمشان در این بازی عصبانی تر بودند و انتقادهای تندتری داشتند. یک هوادار سیتی در توییتر نوشت منچستر سیتی بدون هالند به درد نمیخورد.
آیا امباپه از پاسخ منفی بر آل مادرید پشیمان است؟ کلین امباپه ستاره فرانسوی پاری سن ژرمن در چند هفته اخیر چندان خوشحال به نظر نمی رسد. تصمیم امباپه برای ادامه حضور در پی اس جی در پنج فصل گذشته باعث شگفتی بسیاری شد و شاید حتی بتوان گفت که دنیای فوتبال را در شوک فرا برد، در حالی که وعده های جذاب مدیران پی اس جی به این بازیکن باعث شد که او به رویای قدیمیش پشت کنند و به حضور در پارک دو پرنس ادامه دهد. بسیار معتقد هستند که در چند هفته اخیر به هیچ وجه خوشحال نیست و فاصله با فصل گذشته دارد که به عنوان موتور متحرک تیم شناخته می شد، نقشی که حالا در اختیار لیونل مسی و نیمار هست. او دیگر مانند قبل بازیکن اول پی اس جی نیست و بارها با طعنه و کنایه اعلام کرده که دلیل این اتفاق سبک بازی و پستی است که کریستوف گالتیه برای او در نظر گرفته است. این ستاره فرانسوی پیش از این در زمان حضور در اردوی تیم ملی فرانسه نیز مدعی شده بود که در سبک بازی دیدیر دشان بسیار راحت تر هست و آزادی عملی بیشتر نسبت به پی اس جی دارد. تمام این اتفاقات دست به دست هم داده تا کار را برای امباپه در فصل جدید سخت کند. حالا به نظر می رسد که شاید امباپه با توجه به وضعیت موجود از این که پیشنهاد رئال مادرید را نپذیرفت و به آن پاسخ منفی داد پشیمان باشد، هرچند برای پشیمانی دیگر دیر شده است. آمار وحشتناک برابر بارسلونا، بازگشت اینتر به جهنم. اینتر آمار وحشتناک در خانه بارسلونا داشته و یک مغلوب همیشگی برابر این تیم بوده است. در راستوری هفته گذشته در لیگ قهرمانان و در دیدار دشوار و جنجالی با نتیجه 1-0 مقابل بارسلونا به پیروزی رسید و 3 امتیاز مهم را در ورزشگاه سان سیرو به دست آورد. با وجود اتفاقات بحث برانگیز داوری در این مسابقه، این یک پیروزی کلیدی برای اینتر بود و آنها را امیدوار کرد تا احتمالاً در کنار بایر مونیخ به مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان این فصل صعود کنند. اما امشب نوبت نبرد برگشت در نوکم هست. نراسوری در طول تاریخ 5 بار در نوکم بازی کرده و عجیب اینجاست که هر 5 بار شکست خورده است. 10 گل دریافت کرده و فقط 1 بار موفق به گلزنی شده است. تنها گل اینتر در خانه بارسلونا را لاوتارو مارتینز در سال 2018 به ثمر رساند و البته تیم تحت هدایت آنتونیو کونته آن شب 2-1 شکست خورد. انزاگی قبل از شروع بازی دوری رفت با بازیکنان تیمش حرف زده و به پیروزی معروف اینتر برابر بارسلونا در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در سال 2010 اشاره کرده است. البته قطعا تقابل با بارسلونا در خانه حریف بسیار سخت خواهد بود و احتمالاً شب دشواری در انتظار بازیکنان نراسوری است. تأیید شد بند فسخ ویژه در قرارداد هالند با سیتی. سایت اتلتیک امروز ادعا کرد که در قرارداد ارلینگ هالند با منچستر سیتی بند فسخ 200 میلیون یورویی و ویژه باشگاه‌های غیر انگلیسی وجود دارد. ارلینگ هالند ستاره نروژی در تابستان امسال با وجود داشتن پیشنهاد از رئال مادرید ترجیح داد راهی سیتی شود. او اخیرا در یک مصاحبه گفت که چون کریم بنزما در رئال مهاجم شماره 1 بود به پیشنهاد این باشگاه پاسخ رد داد. به نظر می‌رسد که انتخاب او کاملا نیز درست بود، چرا که در 13 بازی رسمی برای سیتیزن‌ها توانسته 20 گل بزند، 15 گل در لیگ برتر، 5 گل در لیگ قهرمانان. هفته گذشته فرناندو سانز بازیکن سابق رئال مادرید گفت که در قرارداد ارلینگ هالند بند ویژه رئال مادرید وجود دارد. البته خیلی زود این ادعا توسط پپ گواردیولا تکذیب شد و او تاکید کرد که در قرارداد هالند هیچ بند فسخ وجود ندارد. اما امروز سایت انگلیسی اتلتیک گزارش داد که در قرارداد هالند با سیتی بند فسخ 200 میلیون یورویی وجود دارد و از تابستان 2024 نیز قابل فعال شدن است. اما نکته جالب اینجاست که بند فسخ تنها برای باشگاه‌های غیر انگلیسی معتبر خواهد بود و هیچ باشگاه انگلیسی نمیتواند آن را فعال کند. امباپه در جنوری از پاری سن ژرمن جدا خواهد شد. واکنش رئال مادرید چیست؟ کلین امباپه علاقه دارد با رئال مادرید قرارداد ببندد، اما باشگاه فرانسوی فقط اجازه انتقال او به لیورپول را صادر میکنند. نشر مارکا در گزارش مدعی شد رابطه بین کلین امباپه و پاری سن ژرمن کاملا شکراب شده و دیگر راه برگشت بین این ستاره فرانسوی و باشگاه متمول باقی نمانده است. ابتدا این خبر از سوی آرمسی منتشر شد و در ادامه توسط مارکا تایید شد و به نظر میرسد کلین امباپه حتی بعد از تمدید قرارداد و با شروع فصل تابستان درخواست جدایی داده است. حالا این بازیکن برای جدایی از پاری سن ژرمن در ماه جنوری آینده تلاش میکند. اما یک نکته، به صورت قطعی توسط پاری سن ژرمن اعلام شده و مقصد امباپه میتواند هر جای بجز سانتیاگو برنابئو باشد. پس در میان نام لیورپول به عنوان یک از مقاصد احتمالی این بازیکن مطرح شده است. اما از اختلاف بین فلورنتینو پرز و ناصرالخلیفه برای مدت طولانی با خبرند و موارد مانند سوپرلیگ و همین تمدید قرارداد امباپه رابطه دو باشگاه را تیره و تار ساخته است. امباپه معتقد است که پاری سن ژرمن به او خیانت کرده است. باید دید رئال مادرید با این سناریوی جدید چه واکنشی نشان بدهد. البته به نظر امباپه همچنان می‌خواهد روز لباس این تیم را برتن کند.